یازدهمین روز دی ماه برابر با 31 دسامبر سال 1316 خورشیدی برابر با 1937 میلادی، در گذشت یوسف اعتصامی آشتیانی، ملقب به اعتصام الملک و مشهور به یوسف اعتصامی، ادیب و نویسنده و پدر پروین اعتصامی. او از نویسندگان و مترجمان برجسته ایران معاصر و سالها رئیس کتابخانه مجلس شورای ملی بود. از آثار وی میتوان مجله های بهار و گنجینه فنون را نام برد. اعتصامی دو دوره مجله بهار را منتشر کرد که بیشتر مقالات آن انشاء یا ترجمه خود اوست. همچنین جلد نخست تیر بختان یا بینوایان اثر ویکتور هوگو را نیز ترجمه و منتشر کرد. سال 1330 خورشیدی برابر با 1951 میلادی، تشکیل کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد UNHCR. جامعه ملل با تعیین کمیسر عالی برای پناهندگان، کمک بین المللی به آوارگان را سازماندهی نمود. اساسنامه این تشکل در سال 1946 به تصویب رسید و بر اساس آن وظایف اداره امداد، نوسازی و حمایت از پناهندگان و آوارگان و اسکان آنها را بر عهده این سازمان نهاد. سه سال بعد به موجب قطعنامه 319 سازمان ملل، این سازمان تصمیم به تعیین یک کمیسر عالی گرفت و این امر توسط مجمع عمومی سازمان به تصویب رسید. وظایف کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان شامل تأمین حمایت بین المللی برای پناهندگان و کمک و مساعدت به آنها می باشد. پناهندگانی که به خاطر ترس از تعقیب به سبب عقیده، نژاد و ملیت از کشور خود خارج شده و مایل به مراجعت به وطن خود نمی باشند، می توانند از کمک های این کمیساریای عالی استفاده کنند. کمیساریای عالی برای این قبیل از پناهندگان صرفاً بر اساس موازین بشردوستانه و بدون در نظر گرفتن جوانب سیاسی کمک و مساعدت می کند. سال 1381 خورشیدی برابر با 2002 میلادی، رسمیت یافتن یورو به عنوان پول واحد اروپا. با پایان جنگ جهانی دوم و با توجه به گستردگی دامنه خسارات و تلفات آن، مسئله شکل گیری وضعیتی که به پدید آمدن جنگ های فراگیر و همگانی مانند دو جنگ جهانی که هر دو از اروپا آغاز شد، انگیزه مناسبی برای اتحاد کشورهای اروپایی گردید. بنابراین و بر اساس پیمان روم، جامعه اقتصادی اروپا به وجود آمد. گام اساسی در جریان اجلاس سران اروپا در ماستریخت هلند برداشته شد و از سال 1993 میلادی اتحادیه اروپا شکل گرفت و شهروندان هر کشور اروپایی تابعیت اتحادیه را نیز به دست می آوردند. اهداف اصلی این اتحادیه همکاری ها و هماهنگی های اقتصادی، مالی، سیاست خارجی، امور دفاعی و قضایی بود. از ژانویه سال 1999 میلادی و در جهت عملی ساختن این اهداف، پول واحدی به نام یورو به جریان افتاد که به غیر از انگلستان، دانمارک و سوئد، سایر کشورها طی مدت 2 ماه پول ملی خود را از گردونه مبادلات اقتصادی خارج نمودند.